سلام مجدد، میخواستم قبل از اینکه بریم سراغ درس اول کتاب مطمئن بشم که صرف فعل گروه اول رو درست متوجه شده باشید. پس من دوباره یه سری از فعلایی که ما گروه اول هست و با هم دیگه دوباره کار میکنیم، مثلا مخشه که راه رفتن بود رو کار کردیم. جو مخش گفتیم که مصدر فعل که اقه ور میداریم، حذف میکنیم از فعل هرچی که باقی موند برای تمامی زمایر مفعولیمون مینویسیم و برای شخص اول اس زمیرایی که باید بذاریم، شخص اول شخص دوم اس، سوم مفرد یعنی ایل ال اون نو او ان اس وو او زد و ایل و ال جمع او ان ت. خب رگرده، رگرده میشد نگاه کنید، رگرده اینجا داریم نگاه کردن. پس اگر که میخواید من فارسیشو براتون اینجا جلوش بنویسم، پیاده، پیاده رفتن. اکوته به معنی گوش کردن، اکوته رو الان بریم اکوته رو صرف کنیم. مثلا گفتیم که مصدر فعل هرچی که هست به اق اینو حذف میکنیم، از فعل هرچی که باقی مود جلوی برای همه زمایر مفعولمون مینویسیم. خب چون که جوه ما او اینجا داره، اکوته با او شروع میشه، در این صورت ژ تبدیل میشه به ژ اپوستروف. ژ اپوستروف من کوچیک بکنم. پس برای همه ضمایرمون، ضمایر مفعولیمون همینو مینویسیم. بعد چیزاشو اضافه میکنیم، ضمیرهایی که باید اضافه کنیم آخرش بهش میگن ترمینزون، اونا رو اضافه میکنیم. خب پس برای شخص اول او میذاریم، بعد او اس، پس میشه جکوت، tu écoute, il écoute, elle écoute, on écoute, nous écoutons, ONS میذاریم، vous écoutez, il écoute, elle زکوت. خب من گوش میکنم، جکوت، تو اکوت، ایل اکوت، ال اکوت، اون اکوت، نو زکوتون، وو زکوته، ایل زکوت، ال زکوت، ببخشید ایل اکوت، ال زکوت. خب فعل پغله، پغله به معنی صحبت کردن، صحبت کردن. پس مصدر فعل ار حذف میشه، از فعل هرچی که باقی بمونه جلوی همه ضمایرمون مینویسیم، ضمایر مفعولمون مینویسیم. ترمینزونش هم که میشه چی؟ ترمینزانش هم میشه جو پغل. بخشید این چرا اینطوری شد، جو پغل، تو پغل.
میکنم. Il parle. Elle parle. On parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. پس میشه من صحبت میکنم. Je parle. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. فعل بعدیمون manger یا répéter. رپته به معنی تکرار کردنه. براتون بنویسم. تکرار کردن. از مصدرمون اغه مصدر فعل حذف میشه. از فعل هرچی باقی میمونه جلوی تمام ضمایر مفعولیمون مینویسید. Je répète. Tu répètes. Il répète. Elle répète. On répète. Nous répétons. Vous répétez. Il répète. Elle répète. وقتی که میگم répéter یعنی شما تکرار بکنید. Je répète تکرار میکنم. Tu répètes تکرار میکنی. خب ببخشید من یه لحظه ویدیو رو نگه داشتم، اینا رو آوردم تو جدول براتون که یه ذره ترتمیزتر باشه و خواناتر. خب میریم سراغ فعل بعدی امه. امه به معنی دوست داشتن. به معنی دوست داشتن مصدرش اغه، چون که امه با ا شروع میشه، اینجا هم جو ما او داره، پس اینجا چی میشه؟ ژ اپوستراف. خب دیگه نمیگیم ژ ام، میگیم ژ ژم. ا ای گفتیم صدای ای میده، او ا رو که خط میزنیم، یعنی مصدر فعلمون رو حذف میکنیم. از فعل هرچی که باقیمون برای همشون مینویسیم. درسته؟ پس مینویسیم ژم، اینجا ام، ام، برای همشون همینا رو می‌نویسیم دیگه. بعد ضمایر رو میاریم می‌ذاریم. برای شخص اول چی بود؟ او. درسته؟ ژم. تو ام او اس که خونده نمیشه. تو ام. ایل ام. ال ام. ال ام. اون نم. نو
زمو او انس داره آخرش، درسته؟ نو زمو وو زمه ایل ام ال زم. خب این هم از فعل دوست داشتن که این بالا براتون معنیشو می نویسم. اینجا میشه دوست داشتن. و رگرده هم که میشد نگاه کردن. که پست اینم براتون میذارم. امیدوارم که صرف فعلای گروه اول رو درست متوجه شده باشید. دوباره یه بار تکرار میکنم، تو فعلای گروه اول فعلایی هستن که مصدرشون ا اغ هست. برای صرف فعلای اول مصدر رو حذف میکنیم و ضمایر ا اس ا او ان اس ا زد او ان ت برای ضمایر مفعولیمون اضافه میکنیم. امیدوارم که همه اینو متوجه شده باشید. اگر که سوالی باز داشتید بر من بنویسید که من دوباره براتون توضیح بدم. اینم پستشو براتون میذارم که قشنگ متوجه بشید. با امید خدا تا ویدیو بعدی.